تیم ملی والیبال ایران ششم جهان شد. تیم ملی والیبال ایران که برای یک کسب رده پنجم رقابت‌های قهرمانی جهان در لهستان امروز به مسافه روسیه قهرمان المپیک رفته بود، با قبول شکست 3-0 در جایگاه ششم جهان قرار گرفت. والیبالیست‌های ایران که برای نخستین بار به جمع 6 تیم برتر جهان رسیدند، در این دیدار در 3 ست پایاپی با نتایج 25-19، 25-21 و 25-18 نتیجه را واگذار کردند و ششم شدند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی آلمان با لهستان رقابت می‌کند و برزیل به مسافه فرانسه میره. تیم ملی ایران پس فردا از ورشو لهستان راهی اینچون کره جنوبی میشه تا در 17مین دوره بازی‌های آسیایی حاضر بشه. برای ارزیابی کسب مقام ششمی ایران در جهان با نادر جلیلی و ایرج مظفری بازیکنان سابق تیم ملی ایران و کارشناسان والیبال گفتگو میکنم که از طریق اسکایپ و تلفن با ما هستن. ابتدا به تهران میریم. آقای مظفری، با عرض سلام و شب بخیر به شما، ارزیابیتون از بازی امروز و کسب این مقام در والیبال جهان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما آقای امادی من سلام عرض میکنم. عرشبت بازی امروز کاملا مشهود بود که خستگی و نداشتن تمرکز و به نوعی والیبال زدگی رو ما در تیم میدیدیم، با توجه به اینکه روسیه 22 تا اشتباه داشت و ما با این 22 تا اشتباه هم نتونستیم نتایج خوبی بگیریم در بازی امروز. و متاسفانه همچنان دریافتمون نقطه ضعف تیم ملی کشورمون هست، ولی باید عرض بکنم که بازی بسیار درخشانی رو از تیم ملی شاهد بودیم. 6 ماه درگیر مسابقات بودن و حدود 40 مسابقه واقعا کاری بوده که تا به حال والیبال ما انجام نداده. آقای جدیدی، با سلام به شما، در هامبورگ آلمان صحبت آقای مظفری رو شنیدید. به حال ایشون به عنوان کاپیتان تیم سابق تیم ملی والیبال ایران و مربی تیم ملی جوانان از والیبال زدگی بازیکنان ایران در این دیدارها، خصوصا دیدار آخر مقابل روسیه نام بردن. شما دیدار، تحلیل شما از این دیدار چی هست؟ از این مسابقه که مقابل تیم روسیه برگزار کرد ایران و در مقابل آلمان و باعث شد که به 4 تیم راه پیدا نکنه تیم ایران. خواهش میکنم جناب آقای مادی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همچنین به دوست خوبم آقای مظفری. خدمتتون عرض کنم که خیلی کوتاه بخوام عرض کرده باشم، بنده هم حتی آقای مظفری رو تایید میکنم. ضمن اینکه باید یه خسته نباشید کامل به بازیکنانمون بگیم، عملکردشون خوب بود، کارنامه خوبی داشتن. فراز و نشیب های والیبال ایران ما تو این مدت بالاخره یه سری ها رو خوشحال کرد، انتقاداتی هم به دنبال خودش داشت، اما این نمیتونه جایی رو برای این داشته باشه که ما نخواهیم از بازیکنانمون تجلیل به عمل بیاوریم. بالاخره جایگاه ششم جهان جایگاهی هستش که ما هیچ وقت در کارنامه ورزشیمون نداشتیم و باید به بچه های والیبال خسته نباشیم. خدمتتون عرض کنم، بنده هم بازی والیبال ایران و روسیه رو دیدم و من معتقد هستم که نداشتن انگیزه لازم در این بازی بالاخره برای هر دو تا تیم یه مقدار فراز و نشیب‌هایی رو داشت. ایران میتونست با روس در جایگاه دیگه بازی بهتری رو داشته باشه. بالاخره بازیکنانی که در یک بازی بین برای مقام پنجم یا ششمی می‌جنگند انگیزه کمتری دارن تا یه بازی حساسی رو که ما فرض بکنیم در یه بازی فینال برای مقام اول یا دومی مسابقه میدن با هم. اینها با هم دیگه متفاوت هستن و نمیشه، یعنی اون انگیزه لازم برای بازیکنان وجود نداشت. و لفظ والیبال زدگی رو بنده هم تایید میکنم. برای بچه های ما در صورت کارشناسان هستن، دوستان عزیز و اساتید هستن که میتونن بپردازن به نقد و انتقاد بازی ها. اون انگیزه لازم برای بازی بهتر در این بازی مشاهده نشد. آقای جدید، شما قبول، به هر حال تیم ملی ایران به مرحله نهایی رسیده، جزو 6 تیم برتر و توقعام زیاد شده ازش، اما به هر حال به عنوان مربی، کمک مربی، آنالیزور، کادر فنی، کسانی که در کنار تیم هستن، چگونه میتونستن کمک بکنن به تیمی که در این سطح جهانی داره بازی میکنه و اینقدر حرفه‌ای عمل کرده و تحسین همگان رو برانگیخته؟ چگونه میشد این انگیزه رو درشون زنده نگه داشت؟ شما عملکرد کادر فنی جوان ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خدمتتون عرض کنم که درمان درد بعد از اینکه کار از کار گذشته یه کاری بیهوده‌ای هستش. ما میتونیم فقط هم‌وغمی داشته باشیم و انتقادات سالمی رو داشته باشیم به کادر فنیمون، نه اینکه بخوایم تمام باخت بازی‌ها رو
گردن کادر فنی یا بازیکن و یا مربی بندازیم. به هر حال در باخت و برد هر تیمی تمام انگیزه ها و تمام دست ها روی هم میذارن که یه تیمی برنده بشه و یه تیمی بازنده بشه. من هم معتقد هستم که کادر فنی ما میتونست تا در سطحی کمک والیبال ما بشه. این کادر کادر فنی جدید هست، مربی جدید و جوانی هست و معتقد به این هستم که باید زمان به تیم داده بشه. حالا این زمان میتونه به بازیکن‌ها داده بشه، میتونه به مربی جدیدی که در هر صورت 4 یا 5 ماه تیم ما رو داره هدایت میکنه داده بشه و کادر فنی. اما نباید چشم پوشی از این کرد که ما میتونیم از باخت هامون، از فراز و نشیب هامون درس بگیریم و این انتقادها رو به صورت سالم به کادر فنی، به مربیان و به اعضای تیم ملی داشته باشیم که اینها میتونن بهتر از این عمل بکنن. و معتقد هستم در یک کلام چیزی رو که ما در لهستان دیدیم تمام دارایی تیم والیبال ما نبود. منظور بنده فقط بازی کردن بچه ها نبود، فقط مربی کردن آقای پاش نبود و یا کادر فنی. روی صحبت من به مجموعه والیبال هست. تمام والیبال ما چیزی رو که در این چند هفته دیدیم نبود. توانایی والیبال ما بیشتر از اینه. کادر فنی ما میتونه بهتر از این باشه. من مشکلی بر این ندارم که جوان ها نباید در تیم بیان یا به تیم کمک بکنن، اما معتقد هستم که میشه از آدمای با تجربه، میشه از اسادیدی که بالاخره سالهای سال در این والیبال سفری کردن و با دیدن والیبال خوشحال میشن، با باختشون ناراحت میشن، فضایی سبای تماشا کردن والیبال دارن. من معتقد هستم که میشه دست به دست هم داد و کادر فنی ما رو قوی تر کرد. ما بیشترین ضربه رو من فکر میکنم از کادر فنیمون خوردیم. البته خسته نباشن، دستشون هم درد نکنه، زحمت کشیدن همه بچه‌ها، ولی میشه این کادر فنی رو تقویت کرد. متشکرم. به حال آقای مظفری، شما به حال آقای نادر جدیدی زمانی در دهه 60 پاسور تیم ملی بود، به حال شما در یه دوره‌ای برای ایران افتخار آفریدید. زمانی بود که ایران آرزو داشتش که در رقابت‌های جهانی قرار بگیره، الان قرار گرفته، ولی همطور که آقای جدیدی میگه توان والیبال ایران بیش از این هست و این تمام پتانسیل والیبال ایران نیست. نظر شما در مورد عملکرد کادر فنی و به هر حال بازی آسیایی پیش رو که قرار هست دو روز دیگه به اینچون برن، نظر شما چیست آقای مظفری؟ من اجازه میخوام سلام عرض بکنم خدمت آقا نادر عزیز. عرض شود خدمتتون که بله، در رابطه با بحث کادر فنی که من مخصوصا میخوام آنالیزورهای تیم ملی رو به نوعی آنالیز بکنم. آنالیزور تا یه حدی میتونه به تیم ملی کمک بکنه، به هر تیمی. به هر حال یک نرم افزاری به اسم دلتا ولی داره و کارایی بسیار بالایی داره، ولی اگر آنالیزور خودش بازی کرده باشه، اونم در سطح بالا، هم میتونه آنالیز بکنه هم میتونه راهکار بذاره. ما اگر بازی واقعا با آلمان اگه در نظر بگیریم که یک پلی بود به صعود کردن و حذف شدن، اگر در اون بازی با توجه به اینکه دفاع‌های آلمان بلند قامت بودن، اگر به جای آقای غفور که زیبا بازی کرده تا الانم، شهرام محمودی بازی میکرد، شهرام ارتفاع توپش پایینه، مچ بسیار بسیار خوبی داره و سرویس موجی خوبی داره. اینو یک آنالیزوری میتونه لمس بکنه که خودش بازی کرده. یک دو، این که ما وقتی دو تا لیبرو اسم میدیم، لیبرو دو تا کار میکنه، اول دریافت بعد توپگیری. اگر در لیبروی توپگیری ضعیف باشه، مثل تیم روسیه و تیم برزیل، حتی تیم ملی نوجوانانی که در اختیار من بود، تفاوت اینا باعث شد که من هر دوشونو به اسم لیبرو دادم، ولی فرهاد ظریف توانمندی دریافت و حتی توپگیری رو داشت. ای کاش که ما آقای علیزاده رو به عنوان یک بازیکن به غیر از لیبرو معرفی میکردیم تا در زمان حیاتی که اون بازیکن شماره 9 آلمان 8 تا سرویس پشت سر هم میداد، میتونستیم تعویضش بکنیم. به هر حال سطح بالای والیبال دنیا میطلبه که ما آنالیزور سطح بالا داشته باشیم و نیمکت آقای کوباج اگر دقت بکنی یک بدنساز میشینه. درست ترینر حق داره بشینه، ولی ای کاش ما از الان به بعد برای والیبالمون اون نیمکت هم نیمکت والیبالی بذاریم که امیدوارم این کارم محقق بشه. به هر حال بازی آسیایی رو هم در پیش داریم. جامعه والیبال جز طلا از والیبالیستا هیچی نمیخواد.
این ایرج مظفری و نادر جدیدی بازیکنان سابق تیم ملی والیبال ایران که در این گفتگو ما شرکت کردید، انشالله در امیدوارم در رقابت‌های بازی آسیایی مزاحمتون خواهیم شد، در نظر کارشناسیتون استفاده خواهیم بود.